وقتی اسم از جراحی پلاستیک میاریم، احتمالا فکرمون به جراحی بینی و کشیدن پوست و از این قبیل چیزها میره. اکثر این جراحی ها هم هیچ خطری ندارن و موفق میزن. ولی بیاین امروز بریم با هم تاریخچه جراحی پلاستیک رو بررسی کنیم. سلام رفقا، من سارا هستم و به یه ویدیو دیگه از چنل من خوش اومدی. تو این ویدیو قراره با هم دیگه تاریخچه جراحی پلاستیک رو با هم دیگه بررسی کنیم که اصلا چی شد که همچین عملایی به وجود اومد. با من همراه باش. اگه بخوایم به تاریخچه این عمل بپردازیم، باید برگردیم به 1600 سال قبل میلاد توی مصر باستان. فکر کنم اگه بخوایم تاریخچه هر چیزی رو بررسی کنیم، باید برگردیم به مصر، چون این تمدن مهمی بوده و اتفاقات مهمی هم توش رقم خورده. اما خب برگردیم بریم سر موضوع خودمون. یه مورخ آمریکایی به نام ادوین اسوید در سال 1873 وقتی داشته در مورد مصر باستان تحقیق میکرده، یک نوشته روی پاپیروس پیدا میکنه و بعد از کلی سختی و تحقیقات موفق میشه این نوشته رو بخونه. ادوین کشف میکنه که این نوشته مربوط به یک پزشک در اون زمان در مصر باستانه و در مورد کارهایی که روی انسانهایی صدمه دیدن اگر کار میکرده. توی این نوشته ها بیشتر در مورد دماغهای شکسته حرف زدن و در ادامه توضیح دادن که چجوری این عملها رو انجام میدادن و دماغهای شکسته رو درست میکردن. از اینجا بود که فهمیدن این پزشک اولین پزشک جراح پلاستیک در دنیاست. ولی خب اگر بخوایم عملهایی که امروزه اتفاق میفته رو بررسی کنیم، باید بریم حدود 2000 سال پیش در هند باستان. شاید شما مثل من فکر میکنید در این دوران کسی عمل جراحی نمیکرده، اما اشتباهه، چون در اون دوران در هند باستان ده ها هزار عمل جراحی بینی انجام می شده، اما برای زیبایی این عملها را انجام نمی دادن. در اون دوران هند از قبیله های مختلفی تشکیل شده بوده که مرتب با همدیگه می جنگیدن. حالا این قبیله ها رسم و رسوم های خاصی داشتن و کسایی رو که اسیر می گرفتن نمی کشتن. اونها اسیرها رو میگرفتن و دماغشون رو میبریدن و ولشون میکردن که برن. با خودشون میگفتن که این شکلی بیشتر عذاب میکشه. در اصل یک فرهنگی در هم وجود داره که میگفتن کسی که دماغ نداره در واقع بیابرو هستش. برای همین دماغ اسیر رو میبریدن تا اون رو بیابرو نشون بدن. وقتی این اتفاق در هند تعدادش بیشتر میشه، پزشکا تصمیم میگیرن که دماغهای بریده اسیرها رو بهشون برگردونن و در واقع پیوند بزنن و اینجوری میشه که عمل جراحی بینی در هند آغاز میشه و تعدادش افزایش پیدا میکنه. تمام چیزایی که گفتین در کتیبه ها و کتاب های تاریخی به زمان سانسکریت موجوده. البته درکش برای ما خیلی سخته، چون پزشک ها با یک برگ بینی رو در واقع قالب می گرفتن و به اندازه همون قالب از پوست صورت در می آوردن و به صورت نازک می بریدن تا اون قسمت صورت دوباره در پوست جدیدیش رشد کنه و قسمتی که می بریدن رو روی قسمت بینی که قالب گرفته بودن پیوند می زدن. حتما با خودتون میگید این که اصلا شبیه دماغ نیست، اما اون زمان اون فرد حاضر بود که همچین دماغی رو داشته باشه تا اینکه اصلا دماغ نداشته باشه. البته خیلی هم بعد از اینکه عمل میکنن بعد چند روز در اثر عفونت میمیرن. اون زمان هم چیزی به اسم آنتیبیوتیک وجود نداشته، پس عفونت در هر قسمتی از بدن مساوی بوده با مرگ حتمی.
این مدل عملها سالیان سال در هند رواج داشته، حتی با اینکه خیلی‌ها در اثر این عمل می‌مردن، تا اینکه زمان می‌گذره و در قرن 18 انگلیسی‌ها وارد هند میشن و با یه همچین عمل عجیب و غریبی در هند روبرو میشن. جالب اینجاست که این کار براشون جالب به نظر میاد که پزشکای هندی همچین کاری میکنن و این ایده رو با خودشون به اروپا میبرن. اما اروپایی ها مثل هندی ها نبودن و میخواستن از اینجور عملها بیشتر سر در بیارن. پس به نظرتون اونا چی کار میکنن؟ اروپایی ها دستگاه ها و ابزارهای جدید و همچنین موادهای شیمیایی مختلف می سازن تا عملهای مختلف رو امتحان کنن و به کارهای وحشتناکی هم دست زدن. در واقع هندی ها فقط دماغهای بریده شده رو عمل می کردن، اما انگلیسی ها و فرانسوی ها دماغهای سالم رو دستکاری می کردن. در واقع فقط برای یاد گرفتن عملهای جدید این کار رو میکردن و ذره‌ای به این فکر نمیکردن که دارن روی یک انسان زنده عمل رو انجام میدن. اون زمان هم مسکن و داروی بیهوشی خاصی وجود نداشت. برای همین فردی رو که میخواستن عملش بکنن رو بهش کلی مشروب میدادن تا درد کمتری رو احساس بکنه. اما خب هر چقدر مشروب می‌خوردن باز هم درد رو کاملا احساس می‌کردن. در حین اینکه این جنایات داشت اتفاق می‌افتاد، خیلی‌ها می‌مردن. دانش علمی هم پیشرفت می‌کرد و پزشکان هم تجربیات خودشون رو در دفاترشون ثبت می‌کردن و هیچ اهمیتی نداشت اون شخصی که دارن روش آزمایش میکنن میمیره یا زنده میمونه یا اصلا چقدر قرار درد بکشه. فقط به فکر آزمایش های خودشون بودن و مردم مثل موش آزمایشگاهی بودن براشون. همین پزشکا بعدها لوازم آرایش رو برای خانوم ها ساختن که از سرب و موادهای شیمیایی دیگه ساخته می شد و کلی هم تبلیغ می کردن که با استفاده از این پودها چیر و چروکاتون از بین می ره. همین اتفاق هم می افتاد، اما این پودرها تبعاتی هم داشت. بسیاری از خانوم ها در آن دوران به سرطان پوست مبتلا می شدن و خبر نداشتن که اینها به خاطر استفاده از موادهای آرایشیه. پس متوجه شدیم که جراحی پلاستیک قرن هاست که داره صورت می گیره، تا اینکه میاییم و می رسیم به جنگ جهانی اول. جنگ جهانی اول تحول عظیمی در جراحی پلاستیک ایجاد کرد. درسته در طول جنگ سربازها پشت سنگرها بودن و کلاه روی سر داشتن، اما چیزی از صورتشون در برابر چیزهایی که پرتاب میشد مثل ترکش و دیگر چیزها محافظت نمی کرد و صورت خیلی از سربازها به شدت آسیب میدید. برای همین در طول جنگ جراحان هزاران سرباز مجروح رو در اختیار می گرفتن تا روشون تمرین کنن، ولی خب تعداد سربازا زیاد بود و پزشکا هم کم و پزشکا وقت نمی کردن که همه سربازها رو به درستی عمل بکنن. به علاوه جنگ به سرباز نیاز داشت و برای همین سربازها رو با صورتهای ناقص راهی جبهه جنگ می کردن. در بین این همه دکتر بیوجدان، دکتری به اسم پروفدورف گلاروس که نیوزلندی بود و قبلا با سربازها در جبهه فرانسه پزشک بوده، حال اونها رو خیلی درک میکرد و عاشق سربازا بود. این پزشک وقتی جنگ تموم میشه برمیگرده انگلیس و در بیمارستان کمبریج شروع میکنه به جراحی پلاستیک و 11,000 سرباز رو طی 2 جراحی میکنه و صورت عادیشون رو بهشون برمیگردونه و این جراحی ها تا الان ادامه داره و در زمینه های مختلف هم انجام میشه.
ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه هم بودید. حتما ویدیو رو لایک کنید و با لایک کردنتون از من توی یوتیوب حمایت بکنید تا بیشتر دیده بشم. و در آخر نظرتون رو در مورد تاریخچه جراحی پلاستیک برام کامنت کنید. دوستتون دارم، منتظر ویدیوهای جذاب بعدی کانال باشین.